میدونی شاهین باد کاری میکنه که وارد یه دنیای دیگه بشی. آقا اوکی، تو یه آدم الان توی جایی هستی که داریکه اونجا، نمیگم اتاق و اینا تاریکه، زندگیت داریکه. با شاهین آشنا بشی، با یه دارک بودن خاص دیگه آشنا بشی. میگیری چی میگم؟ یه دارک جدیده، داستان دیگه. برای بچه اطلس حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به چنل دود ما. درود برای وکس خفن اطلس. اینجا متفکر اینا رو ریاکت اومدیم با کار شاهین نجفی به نام شیبن، به درخواست یه دوست عزیز. میریم برمیگردیم. دمت گرم. بی حرف و پیش اضافه میریم سراغ ترک 6 دقیقه است. خب میریم سراغ کاور این. خب یه سناریوی اولی که من میتوانم بدم اینه که اگر این یه خانومی باشه، این موهای دورش باشه، تمام موهای دورش میتونه شبیه افکارش باشه که یه چیزایی نوشته شده. میتونه خانوم هم نباشه. میتونه خانوم هم نباشه. میتونه یه مرد باشه، یه انسان باشه که این افکارش دورش سرش داره تاب. یه هرج و مرجی داره بهمون نشون میده. چشاش چرا متفاوته؟ دور برش آیا؟ فکر کنم به یه خطیه که نمیشه خوندشون. اینی که نوشته اینجا نترسه، نپرسه. نترسه. من یه دوتا لندن هم توش دیدم. تاوان داوری زنی من آیل. اوکی، میگم بگذاریم از این. نه بسو نظرت چیه؟ یه دونه سبزن اینجاست سمت راست تصویر پایین. بچه ها موسو نگاه کنید، یه لحظه پیداش کنم پوش بزن در مورد. بچه ها موسو پیدا کنید. این اتیکه، این شبیه جمهوری اسلامی ایران. نمیدونم زیرش اکسیژن ننوشته. لندن. این دوتا، این لندنه. آره لندنه. از ترس نترس. نمیدونم من از من نترس. نمیدونم حالا از من نترس. از من نترس. آه از من نترسه. از من نترس. از من نترس. اوکی. ما نمیدونم چی چیه. من بریم کارو گوش کنیم. بریم گوش کنیم. آره آره. این کاور نبود. یعنی الان ساختن کاور داره نشون میده؟ احتمالا. پشما بریم ادامه. از من نپو. آها تکس کاور. آره آره. چه سحنی؟ از من نپرس چی؟ از من نپرس علت شعرهای خونین را. از من نپرس چراوی پیشانی پرچین را. از من نپرس کار روی کودکیم را. شکر کردن در شعر نور شمس را. دلیل چیزایی که نمیتونم راجع بهش صحبتی بکنم از من نپرس. یه همچه حالتی داشت. بعد دقت کردی لیریکی داشت مینوشتش رو چشماش مینوشت دقیقا؟ این میتونه یه معنی خاصی داشته باشه. اون زیر داره چی میگه؟ چی کار داره میکنه؟ من غرق کاورم فعلا. من آمدم تا پرنده درد درون شانه های سوراخم خانه کند. من آمدم تا پرنده درد درون شانه های سوراخم خانه کند. تحقیقش به یه آدمی که مثلا یه لباسی پوشیده، لباس حالت خیلی کهنه و پاره‌ای داره. نمیدونم. بعد یه چیزی بچه ها تو کاور الان دور دوتا از دوتا دور دوتا کلمه خط کشیده. یکیش من بچه بودمه،
یکیش هم حالت یک شنبه است، نمیدونم. یک شنبه است چی؟ بچه‌ها اگه موسم می‌بینید نگاه کنید. این چی میتونه باشه این؟ من میگم بیا ادامه تکست رو گوش بدیم شاید فهمیدیم. بریم. تا روح عجیب عروس‌های مرده در حجله، تا واو واو عروس‌های مرده در حجله. روح عروس های مرده در حجله میتونه اشاره به این داشته باشه اون ازدواجایی که به زور انجام میشه، ازدواجای بچه سال و اینا. آره بسن. و اون دختری که تو حجله روحش از بین میره چون خودش راضی به این وصلت نیست، مجبوره. تا واو واو جن زنها و یخته کردستان، تا زخم های سیاه. نباید بنازی پایین، کاور رو نگاه کن، کاور رو نگاه کن فقط. داشته الان بیشتر پرت میزه کاور رو ببین. یخته کردستان تا زخم چی الان تر گرفت؟ حالا یه اسپیس دیگه میدونم، هر جا خودت میدونی اوکیه، استوپ آزاد کن. سفر من خط زده شده، خط زده شده. خب کامل هنوز تشکیل نشده، کامل تشکیل نشده، استوپ با خودت. جن زنها و یخته کردستان، تا زخمها و سیاه و جغلن در مردا. آها، حساری که دورش بود یه هایی رفت داخل چشماش، میشه به این مثلا تعبیرش این باشه که اون حساری که دورته باعث میشه خیلی چیزا رو نبینی. آره. تا زخمها و سیاه و جغلن در مردا، بازان و شکسته مهدی. بهتر شد، خیلی بزرگتر شد نوشته هاش. شبها کل آها اینجاست، دقیقا همجه که داشت میگفت تا واژن کردستان چی بود؟ زنان کردستان، همون چیزی که داره میگه داره به یه نحوه دیگه به اون نشون میده، داره میگه این کجای تکسته بود که داخل اون که سره بود. این چی میگه؟ تا زخم های سیاه جغلن در مردا، بازانوان شکسته مهدی در کلانتری. اون از اون گرفته تا این. چرا مهدی کن؟ بریم من ادامه شو باید ببینیم فکر میکنم. و گوش های چرکین محمد دماغ. دماغ؟ اینایی که داره میگه محمد نوبری نه یا نه اینایی که داره میگه میدونی چیه؟ دنبال یه مهدی یا محمد رندوم نگرد، دنبال یه مهدی و محمد خاص بگرد. تو ایران؟ تو ایران؟ تو ایران قدیمی ها که مردن یا نه؟ تو مملکت ایران. و گوش های چرکین محمد دماغ، تریاک کجاست؟ چی؟ پریا کجاست؟ کی نگفت پریا کجاست؟ گفت تریاک کجاست؟ تریاک؟ تریاک نگاه کن. مدما تریاک کجاست؟ یه گفت پریا واقعا؟ شاید پریاه. پریا کیه؟ تریاک نمیدونم. بریم ادامه کار شاید بفهم. حتی این کار از این خیلی پیچیده است و عمیق. اصلا پیچیده نیست، شاید ما دنبال یه چیز خیلی پیچیده ایم پس میکنم. نه اصلا پیچیده نیست، داره اسم میاره. آها کانکشن درست دار پیدا کنی. خب آره. داره اسم میاره که ما قادر به کامل کردن اون اسما نیستیم، نمیشناسیم. من الان نمیدونم پریا که خب بود. ولی میتونم حدس بزنم که کی میتونه باشه. ماهی سفید بگونه کش بگیر من، ماهی سفید، ماهی سفید بگونه کش بگیر من، با صد کیلو مرداد حبس ابد، صد کیلو مرداد حبس ابد. ای تو قدره با صد کیلو مرداد حبس ابد، ای تو قدره
باید این شیوه شیون زدن ترسیدم. من بچه بودم ارتفاع همیشه بلندای دار با 60 کیلو که منم چک خورده چا خورده خواهران بزرگ. صدا چجوری اکو میشه با یه دونه اکوی افکت ها، ولی میبینی چقدر من تقدر عوض میکنم میبرد یه جای دیگه، میبرد بطن داستان. خیلی از صحبت ها لیریکه که داره حرف میزنه هممون میدونیم چی داستانش. حتی بعضی ها شمالی میگه خب ما واقعا متوجه نمیشیم، شمالی ها رو ما نمیفهمیم، ولی خب این سری چهارشو که میفهمیم، همه داریم میفهمیم و همه، چون چیزی نیست که بخوایم بگیم سطحی. همه میدونیم، نمیشه گفت سطحی، نه همه میدونیم، همه میدونیم. یعنی اگه کسی ندونه لیریکو خوب نفهمیده، نه لیریکو مثلا میخونه ولی نمیفهمه، خب اون یه جورایی آدم آخه نمیشه نه ولشون ولشون. یه سری آدم ها هستن که واقعا یه سری چیزها رو، این چیزها رو مثلا نمیفهمن. خب چه آدمی مثلا این چیزها رو نمیفهمه؟ کسی که از اخبار تلویزیون اصلا کاری به تلویزیون ندارم، کسی که اخبار دنبال نمیکنه، کسی که اصلا هیچی از هیچ کدوم از اینا رو دنبال نمیکنه و هیچی نمیدونه. چجوری بگم؟ دیگه اوکی. چاو برده خواهران بزرگ. راز این چوبم پنهان میام سخنها. شعا 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 کسافت ها. زانو بزن کسافت با تیه شعر. زانو بزن بگو و بخور قسم شغال های مدافع جنس های جدید را. بخون شعار مدافع جنس های جدید. تو کار چیزش هم که دیشب رفتیم کسافت هم میگفت، کسافت آره نه بسید. اونجا داشت میگفت کسافت شاعر انقلابی کت شلوار نمیپوشه. آره الان هم داره میگه دیگه کسافت زانو بزن. این به دو سه تا چیز میتونه باشه، کسافت رو کوچیل میگه، عمق متن ادا میکنه. آره عمق کسافت رو میفهمه، داره میگه کسافت، بعد گفت زانو بزن، قبلش گفت کی زانواش فلان، کی زانو نمیدونم. مهدی بود، زانوهای شکسته در کلانتری. شاید میتونه بگه مثلا اونجا تو اون قسمت اول تو داشتی سروری میکردی، الان یه جوری ورق برگشته که تو باید اونی باشی که زانو میزن. نمیدونم بریم نمیدونم. شعار کسافت زانو بزن، کسافت با تیه شعر زانو بزن بگو و بخور قسم شغال های مدافع جنس های جدید را. از این جملهش نمیتونم دوباره تکرار کنم. شعاره ولی قسم بخور نه جملهش نمیتونم تکرار کنم اصلا نمیشه. زانو بزن بگو و بخور قسم شغال های مدافع جنس های جدید را. مدافع جنس های جدید شعار مدافع بریم آقای آن. شفا خدا برای ما میمیرد، شفا خدا برای ما میمیرد، شفا خدای برای ما میمیرد. جو که تو گفتش خیلی معنیش فرق کرده. نه گفت خدای، نه شفا خدا برای ما میمیرد. آره یعنی چی؟ خدا برای ما میمیرد، یعنی شب انقدر فقر و بدبختی و فشار و بدهی و فکر هست که از کل خدایی وجود نداره بالا سرت که مثلا به اینا رسیدگی بکنه یا یه کمکی بهت بکنه، یه راهی بهت نشون بده. یا اینکه شبا خدا برای ما میمیرد، شبا چه تا اهمیت فهمی که آدم تنهاست، خودتی و خودت دیگه، لازم نیست خیلی چیزها رو مثال بزنی بگی چی میگن. خیلی از جرم و جنایت هم موقع استفاده میفته. آفرین. هر شب صدای علت از من نپرس، های من از گوشم که کرد پرده پا. رفت سراغ اون قضیه که شبا خودش تنها، الان با فکر فرو میره تو خودش. هر شب صدای علت از من نپرس، های من از گوشم که کرد پرده پا شد افتاد روی اجاق، از من نپرس. گریه نداردیم که پشت کافوت ماشین مسافر پلاژ ندید دیوانه شدی، زنهای سینه بزرگ تهرانی با لهجه های عمیق و دستگان کوچکم مهدی از پشت شیشه عمام، اینا رو داره میبینی یا عمام حمام اینا رو داره میبینی. چرا در اومد اونجا گفت مهدی با زنهای شکسته؟ بذار گفتم بریم جلو خیلی چیزا رو میفهمیم،
بذار بریم. جهای عمیق دیوانه شدی، زنهای سینه بزرگ تهرانی، با لهجه های عمیق و دستگان کوچکم مهدی از پشت شیشه امام. امامه، حمامه، امامه، امامه. این چی؟ شیشه امام؟ معنی خاصی نمیده. بذاری بعدش ببینیم چی میگه. یه آخرش بذار. میدونم بریم، شاید بعدش معنی داد. عمیق و دستگان کوچکم مهدی از پشت شیشه امام. محمد کجایی؟ لندن، همان که کافه های بوی ویگن با کیک های برژوا و صفت جگرند. لندن چی شده تا اینجا؟ آره؟ آی اولش محمد چجوری بود، بعد مهدی چجوری بود، الان مهدی چجوریه، محمد چجوریه. تناقضه رو همینه که شیون داره، گریه داره، ناله فقان داره، ناله داره، همینه دقیقا. کافه های بوی ویگن با کیک های برژوا ویگن اوکی صفت جگرت. لندن کجا و تو کجا، قرائت من شامی و خیمه و غمه. لندن کجا و تو کجا، از من نپرس، از من نپرس. دو تا معنی داره از من نپرس ها. اونجا بود داشت میگفت شب شده و علت از من نپرس ها، خودش داشت به خودش میگفت، انگار یه بار از زبون مهدیه که از من نپرس. الان هم انگار هم مهدی داره میگه من خودم دلیلشو نمیدونم، هم به اون که میگه اون میگه من دلیلشو نمیدونم. ولی الان اونجا من مادرم هنوز میخواهمش، هنوز بوی ترش تره. من مادرم هنوز زود 40 ساله شد پسر. من مادرم بوی رنج برنج، من میچکد از گوچه های سبیلت خون. اینجا شاهین داره خودشو تعریف میکنه، بعد نگاه میگه من مادرم، الان خود مادرشو نمیبینه ولی مادرشو چجوری داره به یاد میاره، با بوی عطر اون برنجی که هر جا به مشربش میرسه یاد مادرش میفته، با فلان چیز هی یاد مادرش میفته، هی هی همینجوری که داره میگه میره جلو، ببینی او انگار بغضش میتره که باید گریه کنه. من مادرم هنوز میخواهمش، هنوز بوی ترش تره. من مادرم هنوز زود 40 ساله شدی پسر. من مادرم 40 ساله شدی پسر. فکر یاد مامانش میفته، اینایی که مامانش با اون حالت بهش گفته یادش میاد. داری صحنه رو؟ آره. واقعا هرج و مرج خیلی زیادی داره این کار. کاور بیشتر داره معنی میگیره. مثلا یه شخصیتیه که تمام داستانا دورشه. همه احاطش کردن دیگه. در علتش رو از من نپرس دیگه. همینه. بوی رنج برنج، من میچکد از گوچه های سبیلت خون. از من نپرس، از من تو فکر. چون نمیتونه بگه دلیلشو. ویلانگ نخ به چخ بروم، در میان غریبای زبان فریش، در میان وطنهای تلخ هم وطنهای بیگذرنامه. پاسپورت بر دق مولت از تراکم سخت. یه همچین حالتی هست، میگن طرف اعصابش خورد شده داره کفر میگه، یه همچین حالتی داره. ببین چی میگم، ولی دیدی که هم وطنایی که میان پاسپورت دیدی چی ریگا پاسپورت ندارن، اما نمیدونم پاسپورتشون رو میدوزن و بی پاسپورت میرن این ور اون ور. پاسپورت یه جوری گفت یعنی شبیه پاس و دیپورته. دقیقا. ویلاند نخسلش یه ویلانگ نخ به چخ بروم، در میان غریبای زبان فریش، در میان وطنهای تلخ هم وطنهای بیگذرنامه. پاسپورت تلخ هم وطنهای بیگذرنامه. وطنهای یعنی تلخ براش دیگه، داره کشورش میره ولی مجبوره چون وطنش تلخه. دقیقا. فریش در میان وطنهای تلخ هم وطنهای بیگذرنامه. پاسپورت بر دق مولد از تراکم سم. چک چک فنا به خدای جازم و جبار، بیدار شدم از من
الان که تکرار داره میشه یه معنی دیگه میده. دقیقاً. بخاطر همین خندت میگیره. چون میگه این همون کلمات دیگه. در نتیجه به قول شاهین تو فیک کلمات. که یه بار میگیشون یه معنی دیگه میده، یه بار دیگه میگیشون یه معنی دیگه میده. اون وطنهای تلخ هموطنهای بیگذرنامه همشون دارن میگن که شبها خدا برای ما میمیرد. که اینی که اینجاست بیشتر شبیه مهدیه یا محمده. یه سیناریو میدم شاید اشتباه باشه، ولی یه چشش رو نگاه، یه چشش دیگرش رو نگاه. چشش راستش، چشش چپش رو بسته انگار، چشش چپش انگار در اومده از کاسه. آره، چشش راستش هم انگار تار میبینه. آره دوستان نظراتتون رو برام بنویسید. از میکنم این کار اگر 1000 تا کد داشته باشه 999 تاش همون 1000 تاش مونده. پش ما من ریخته هستید شاهین، چرا اینطوری میکنی؟ من چرا سال شاهین رو گوش ندادم؟ بریم، دمتون کم، ما تا اینجا بودین، خدا نگهدار. لایک ساب کامنت هم دوستان عزیز یادتون نره، از این به بعد ریاکشن شاهین بیشتر تو کانال میذاریم. What you gonna do, where you at, who you with, you ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip, keep your eye. What you gonna do, where you at, who you with, you ain't really about this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip, keep your